ایران را سرنگون کند. این چنین میخروشید که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار میداد نه شاه میخوایم نه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر، و نسلی که پشت به دشمن رو به میهن میگوید دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبانه روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضرب پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید رو در قیام آبان ماه به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت، از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، اون هم فقط در تهرانه، این رو ثابت میکنه. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغ آنها پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم، و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیده شد و همه اون رو به چشم دیدند. و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیش رو پیشتاز رسید، دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمان اونها این چنین علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته اند دقیقا به همین دلیل است. اونها رژیمشون رو در موقعیت سرنگونی میبینند و از این واقعیت بسیار به خود میپیچند. واقعیتی که قیامها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین رو در پیش گرفتند ثابت کرد. بله، آتش فشان آبان همه اباطیل رو برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کننده ای برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم توحیده است و جوانان، رو در روی این رژیم ایستاده اند. و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همون که وزیر کشور رژیم اون رو نیروی رزمندهی در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته اون مراکز رژیم رو پی در پی در هم میکوبیدند. بله، از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری های بیوقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می شود.